پروسه ثبت نام رای دهندگان برای اشتراک در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها چند پیش آغاز شد، ولی برخلاف انتخابات قبلی بیشتر مراکز ثبت نام خالی هستند و از شور و شوق مردم برای ثبت نام خبری نیست. این انتقاد وجود دارد که آگاهی عامه در کمیسیون انتخابات ضعیف بوده، تبلیغات و پیام هایی که مردم را به مراکز ثبت نام سوق دهد در سطح شهر دیده نمی شود و حتی آنانی که به اینترنت و رسانه های همگانی دسترسی دارند نیز نمی دانند که مراکز ثبت نام برای رای دهی کجاست. با این حال طی دو روز گذشته رئیس جمهور کشور برای والیان و رؤسای ادارات ولایات هدایت داده است تا با اعضای خانواده و کارمندان زیر دست خیش برای ثبت نام به مراکز ثبت نام حضور یابند تا آغازی باشد برای تشویق مردم که در این پروسه ملی اشتراک نمایند. والی فرانیز از ساکنان این ولایت میخواهد تا به مراکز رای دهی بروند و آینده خود و فرزندان خیش را رقم بزنند. بریم به طرف انتخابات، بریم پاسای رای دهی انتخابات را بگیریم و در انتخابات اشتراک کنیم. و یک نسل اسلامی است، این غربی را نهاده است، این از دور صدر اسلام تا بالا مانده با ما شما. این واکنش ها مختص به فران نبود، بلکه در محفل گرامی داشت از 29 حمل یا روز فتح هرات توسط مجاهدین، محمد اسماعیل خان یک تن از فرماندهان پیشین جهادی نیز از ساکنان این ولایت خواست تا به مراکز ثبت نام رای دهندگان حضور یابند و در این پروسه ملی اشتراک نمایند. بریم کارت رای گیری بگیریم و اگر کارت نداشته باشیم در او وقت شما رو پیش صندوق ها اجازه نمیدن. حق شما ضایع میشه. شاید از عده اندکی باز به از معاملی باز به شما کسر بیارن که شما فردا دیگه باز آزرده خاطر باشید. امیدواریم که هر کدام از برادران ما به تمام قریه جاد به همه جا بریم بگوییم، بریم ثبت نام کنیم و کارت رای دهی خود بگیریم و تصمیم عاقلانه بگیریم تا به شخص شایستی شما فردا رای دهیم. بحث اشتراک و عدم اشتراک در انتخابات در شبکه‌های مجازی نیز داغ است. برخی مردم را تشویق به ثبت نام می‌کنند و به این نظرند که انتخابات و نظام دموکراتیک یکان راه جلوگیری از جنگ است، ولی برخی دیگر این پروسه را نمادین می‌خوانند. رئیس جمهور کشور در آغاز روند ثبت نام رای دهندگان از کمیسیون انتخابات خواست تا شفافیت در انتخابات را ملاک کار خود قرار دهد و هیچ نوع تبعیض قومی، سمتی و مذهبی نباید در امور انتخاباتی وجود داشته باشد. وی همچنان از تمام شهروندان کشور خواست تا در روند ثبت نام رای دهندگان اشتراک نمایند. او گفتن مداده چه طول وطن وال میرمنه او طول پیو آواز بنده ده رای ثبت پروسه جدی ونیسه او آمغه رقم چه بیبیگل اوزه نن راغلو او لنور وطن والغنده بله هیچ امتیاز یا بله خاص ترتیبات نم گدونو که هیله ده چه طول ثبت نام موندیه. در مجموع 1419 مرکز ثبت نام در سراسر افغانستان وجود دارد که گفته می شود حدود 1000 از این مراکز خارج از کنترل دولت هست.